از دکتر عبدالواحد افضلی استاد دانشگاه تورین از ایتالیا پیرامون این گزارش دعوت به عمل آوردیم. آقای دکتر سلام و عرض ادب دارم خدمتتون. آقای دکتر، تحلیل شما از ادعای طالبان مبنی بر تغییر سیستم آموزشی چیه؟ بفرمایید. سلام خدمت شما و بینندگان گرامی. ممنونم. در مورد گزارش که فرمودید، این موضوع طبیعی است که طالبان نظام آموزشی را تغییر میدن و این نظام آموزشی و تغییراتی که وجود میاد، این چه مقدار ممکن است که در تعامل با پاکستان باشه، یعنی بیشتر نگرش مذهبی افراطی به نظام آموزشی است، یعنی نزدیک کردن نظام آموزشی به نظام آموزشی مدارس دینی هست. در واقع فند اما ایدئولوژی خودشون رو وارد منابع آموزشی بکنن و طبیعتاً مدارس بیشتری رو برای اقوام سایر مذاهب اسلامی ایجاد کرد. دلیل اینکه اینها یک تفکر یا تلقی تندروانه از مسائل فقهی دارند که فقط خودشون به اونها باور دارن و تلاش میکنند که اینها رو نهادینه بکنن. یک راه نهادینه کردنش ورود این موضوعات در منابع آموزشی هست که میتونه بسیار خطرناک باشه برای هم افغانستان و هم کشورهای منطقه. بله، با تشکر از دکتر عبدالواحد افضلی استاد دانشگاه تورین از ایتالیا که پیرامون این گزارش دعوت ما رو پذیرفتند.